بچه های عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام براتون قصه یه راکون کوچولو به نام چستر رو تعریف کنم. راکون قصه ما و دوستای خوبش براشون یه مشکلی پیش اومده که میخوان اون مشکل رو حل بکنن. اگه دوست دارید بدونید مشکلشون چیه و چجوری حلش میکنن، با من همراه بشید. راکونی به نام چستر و گورکن قلدر. چستر در حالی که خیلی غمگین به نظر می رسید، کنار برادر کوچکترش رانی و بهترین دوستش کیسی وایساده بود. چستر به مامانش گفت: مامان، ما نمیخوایم بریم مدرسه، میخوایم بمونیم خونه، میشه بمونیم پیش شما؟ مامانش گفت: من فکر میکردم شما مدرسه رو دوست دارین. چستر گفت: آره دوست داریم. مامانش گفت: پس چرا میخواید بمونید خونه پیش من؟ چستر سرشو پایین انداخت و با صدای آروم و مبهم گفت: یه قول توی مدرسه‌مونه. خانم راکون به نزدیک چستر اومد و به آرومی سر چستر رو بالا آورد و ازش پرسید: چی گفتی؟ چستر به چشم‌های مهربون و پر از محبت مامانش خیره شد و گفت: یه قلدر تو مدرسه داریم. رانی گفت: خیلی وحشتناکه، اون بزرگ و بدجنسه. کسی گفت: پنجه های دست و پاشم خیلی بزرگه. چستر ادامه داد: از دماغشم آتیش میاد بیرون، اگرم کسی سر راهش سبز بشه اونو مثل یه سوسک له میکنه. رانی با ترس گفت: آره مثل یه سوسک. خانم راکون گفت: وای خدای من، خیلی به نظر وحشتناک میاد. و بعد به بچه هاش که حسابی ترسیده بودن گفت: موجودات قلدر و گردن کلوف میتونن خیلی سرسخت باشن. من با شما میام مدرسه و بر میگردم و بعد تصمیم میگیریم که با این موجود قلدر چی کار میتونیم بکنیم. به این ترتیب راه افتادن به سمت مدرسه. وقتی راکونا به مدرسه نزدیک شدن، چستر محکم دست مامانش رو گرفت و در حالی که با انگشتای کوچولوش به اون طرف برکه اشاره میکرد، گورکنی رو نشون داد و گفت: اونهاش خودشه، خود بدجنس قلدرشه. وحشتناک نیست؟ آیا اون وحشتناکترین و ترسناکترین قلدری که تا حالا تو عمرت دیدی نیست؟ خانم راکون به آرومی گفت: وای خدای من، چرا هست، حق با شماست، اما من مطمئنم که ما میتونیم یه راه حلی پیدا بکنیم. بعد هم به آرومی صورت چستر رو نوازش کرد و بینی فسقلی رانی رو فشار داد و بهشون گفت: بچه های من شجاع باشید. و بعد هم دست های کوچولوی اونا رو بوسید و اونجا رو ترک کرد. بعد از مدرسه چستر و رانی و کیسی رفتن پیش خانم راکون و براش تعریف کردن که چجوری گورکن بچه ها رو موقع زنگ تفریح اذیت کرد و دست انداخت. چستر به مامانش گفت که گورکن اول اومد توپ سنجاب کوچولو رو ازش گرفت و اونو سوراخ کرد. بعدش هم اومد سوراخ یکی دیگه از دوستامون و انگشتای اونو انقدر فشار داد تا از بالای وسیله بازی به پایین پرت شد. بعدش هم رفت پشت بوته ها قایم شد و گوزن بیچاره رو ترسوند. گوزنم که حسابی وحشت کرده بود هول شد و به یه راسو خورد. راسو هم ترسید، فکر کرد دشمن بهش حمله کرده.
بعدش هم برای دفاع از خودش بوی خیلی بدی رو تولید کرد. حتی معلممون آقای جغدم نتونست رفتارهای بد گورکن رو کنترل کنه. خانم راکون خیلی متاسف شد و به بچه ها گفت: بچه های خوبم، بعضی وقتا حیوونا برای اینکه راه دیگه‌ای رو بلد نیستن، روش دیگه‌ای رو بلد نیستن، از این کارا میکنن. چون نمیدونن چجوری با دیگران ارتباط برقرار کنن، از روش‌های نادرستی استفاده میکنن. اما من فکر میکنم یه راه حل وجود داره که شما میتونید این شرایط رو عوض کنید. بدوید برید دوستاتون رو خبر کنید، همتون کنار درخت جمع بشین که من میخوام براتون یه داستان تعریف کنم. تمام دوستای چستر مشتاقانه جمع شدن کنار درخت و منتظر شدن تا خانم راکون داستانش رو براشون تعریف کنه. در زمانهای خیلی خیلی دور یه جنگل مرموزی بود که توی اون جنگل پر بود از سنگهای زرد زیبا. تمام سنگهای زرد گرد بودن و صاف. اندازه‌های مختلفی هم داشتن، کوچیک و بزرگ. هر حیوانی که تو اون جنگل بود سنگا رو جمع میکرد و یه جایی برای خودش اونها رو قایم میکرد و مثل یک گنج از اونا محافظت میکرد. تا اینکه یه روز یکی از حیوانهای جنگل یه سنگ آبی پیدا کرد. همه حیوانهای جنگل از دیدن این سنگ خیلی هیجان زده شده بودن، چون تا حالا هیچ کدومشون سنگ آبی ندیده بودن. اما این سنگ برخلاف سنگ‌های زر صاف نبود، یه عالم تیزی داشت و خیلی زبر بود، به طوری که هیچ کدوم از حیوانا نمیتونستن اونو به راحتی بلند کنن و دستشون بگیرن. بالاخره با دقت خیلی زیاد یکی از حیوانا اونو به آرومی برداشت، به طوری که دستاش رو زخم نکنه، و سنگ رو روی یک بلندی قرار داد تا تمام حیوانای جنگل اون رو ببینن. روباه گفت: شاید دلیل اینکه این سنگ آبیه اینه که زود از زمین اومده بیرون و فرصت پیدا نکرده که مثل سنگ‌های دیگه زرد و خوشگل بشه. بنابراین تمام حیوانای جنگل تصمیم گرفتن منتظر بشن و نگاه کنن ببینن آیا پس از گذشت چند روز و چند شب رنگ سنگ عوض میشه یا نه. اما هرچی صبر کردند و منتظر شدند و به سنگ نگاه کردند، فایده نداشت و سنگ به همون شکل باقی موند. همچنان رنگش آبی بود و یه عالمه تیزی روی سنگ وجود داشت. یه مار آگاه و زیرک اومد و گفت: من فکر نمی کنم که این سنگ رنگش تغییر کنه. این رنگش آبیه و برای همین هم هست که ارزشمنده. این سنگ با سنگایی که ما داریم و تا حالا توی جنگل پیدا می شده متفاوته. ما می تونیم این سنگ رو با همین رنگ نگه داریمش، اما برای اینکه بهمون آسیب نزنه می تونیم صافش بکنیم. هممون کمک می کنیم تا این سنگ و مثل سنگ‌های زرد دیگه صاف و صیقلی کنیم. به این ترتیب حیوانات تصمیم گرفتن که سنگ آبی رو صیقل بدن و صاف کنن. اول دارکوبا وارد عمل شدن و با نوکاشون حسابی گوشه‌های تیز سنگ رو از بین بردن و تا جایی که تونستن اون رو صاف کردن. و بعد هم سنجاب ها با دم های پشمالو نرمشون حسابی سنگ رو ساییدن و ساییدن و ساییدن تا سنگ خوشگل و صیقلی و صاف شد. درست مثل سنگ های زرد
براق و گرد و قشنگ. خانم راکون با لبخند نگاهی به حیوانهای کوچک جنگل انداخت. همشون داشتن با اشتیاق به داستان گوش میکردن. بعد رو کرد به چستر و هم کلاسیاشو ادامه داد. قلدر کلاس شما هم یه گورکنه. اون اینجوری به وجود اومده. ذاتش همینه. اما اگر همه شما به همدیگه کمک کنید، من مطمئنم میتونید کاری کنید که گورکن دست از قلدری و بدجنسی برداره. روز بعد وقتی که زنگ تفریح مدرسه به صدا در اومد، تمام حیوانای کوچولو با همدیگه اومدن بیرون و کنار هم ایستادن. اونها همه نزدیک به هم ایستاده بودن و مثل یک گروه محکم و با اقتدار و با اعتماد به نفس کنار همدیگه راه می رفتن و چستر هم جلوتر از همه وایستاده بود و یک توپ قرمز هم به دستش داشت. همینطور که این گروه داشت به گورکن قصه ما نزدیک می شد، گورکن با یه برق تو چشماش به اونها داشت نگاه می کرد و پیش خودش می گفت من الان یکی از شما رو می گیرم. اما این گروه مصمم و محکم نزدیک و نزدیکتر شدن به گورکن. هیچ ترسی هم از او نداشتن. گورکن وقتی با این صحنه مواجه شد، یکم وحشت کرد و حالتش عوض شد. چشماش گرد و گشاد شد و کش سوز شد و دهنش باز موند. پنجه هاش باز شد. گردنش احساس ضعف کرد و شروع کرد به لرزیدن. در یه لحظه قلدر قصه ما تبدیل شد به یک گورکن وحشت زده. گورکن شروع کرد به لرزیدن و ناله کردن. با خودش فکر کرد حتما دارن میان انتقام اون روزا رو از من بگیرن. اما هیچ راهی برای فرار نداشت. همونجا خشکش زده بود و پشتش رو به درخت تکیه داده بود و از جاش تکون نمیخورد. همکلاسیاش هم همینطور بهش نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میشدن. اونقدر به گورکن نزدیک شدن که دماغ چستر به دماغ گورکن چسبید. چستر چشمهاش رو باریک کرد و با جدیت هرچه تمامتر به چشمهای گورکن خیره شد. بعد بدون هیچ درنگ و تأملی توپ رو بالا آورد، مستقیم تو چشمهای گورکن نگاه کرد و به اون گفت میخوای بازی کنی؟ گورکن قلدر که از ترس مثل بید می لرزید و قلبش داشت می اومد تو دهنش، با شنیدن این حرف خیلی تعجب کرد. نگاهی به دوستاش کرد و دید دارن می خندن و به اون پیشنهاد دوستی می دن. با آرومی بهشون گفت یعنی شما می خواید من با تون بازی کنم؟ و بعد نگاهی به توپ دست چستر انداخت و گفت باشه من بازی میکنم. و در یه لحظه گورکن قصه ما تبدیل شد به یک گورکن مهربون و یه دوست خوب که دیگه هیچ کدوم از دوستاش رو اذیت نمیکرد و آزار نمیداد و بهشون نمیخندید. اون دیگه دوست همکلاسیاش شده بود و دیگه نیازی نبود که قلدری کنه، چون با اونا دوست بود.
چستر به مسیری که از اون اومده بود نگاهی انداخت و دید مامان مهربونش اونجا وایستاده و داره با عشق بهش نگاه میکنه. بعد هم کف دستش رو بوس کرد و یه بوس خوشگل برای پسر گلش فرستاد. چستر هم همین کار رو تکرار کرد و رفت به جمع دوستاش پیوست تا همه با هم دیگه یه روز خوب داشته باشن و تو مدرسه کیف کنن و شادی کنن. به این ترتیب مشکل چستر و هم کلاسیا و دوستاش حل شد و همشون تونستن با هم دیگه کنار گورکن که حالا دیگه تبدیل شده بود به دوست خوبشون روزای خوبی رو توی مدرسه داشته باشن. عزیزای دلم، امیدوارم از این داستان لذت برده باشین. اینو همیشه آویزه گوشتون کنید که با عشق و محبت و دوستی میتونید سرسخت‌ترین و قلدرترین آدم‌ها رو هم با خودتون همراه کنید و از اونا آدم‌های بهتر و مهربون‌تری رو بسازید. امیدوارم دل‌های کوچیکتون همیشه پر باشه از عشق و محبت. تا روز دیگه و داستان دیگه، همه شما نوگلای قشنگم رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.